20,000 زائر افغانستانی زیارت اربعین که ویزای آنها از سوی کنسولگری عراق در مشهد صادر شده جهت ورود به ایران در بلا تکلیفی به سر میبرند. محمد کبیر طاهری تیموریان رئیس اتحادیه عتبات عالیات افغانستان ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری اخبارشی گفت بر اساس توافق صورت گرفته میان سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با محمد نبی بها سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان مجوز اعزام 50,000 زائر افغانستانی برای زیارت اربعین سال جاری صادر گردیده بود. وی در ادامه اظهار داشت تا کنون ویزای 25,000 زائر افغانستانی از سوی کنسولگری عراق در مشهد صادر شده که با مساعدت آقای قدرتی سرکنسول سفارت ایران در افغانستان تا کنون تنها برای 5,000 نفر از این تعداد ویزای دوبار ورود به ایران صادر گردیده است. رئیس اتحادیه عتبات عالیات افغانستان از بلا تکلیف ماندن 20,000 زائر افغانستانی که ویزای دوبار ورود آنان به ایران صادر نشده ابراز نگرانی نمود و اظهار داشت عدم صدور ویزا برای این تعداد از زائران اربعین در حالی اتفاق افتاده که سهمیه اعزام زائران افغانستانی با توافق صورت گرفته با مقام‌های زیربط برای زیارت اربعین 50,000 نفر اعلام شده بود، اما تا کنون عملاً فقط 5,000 نفر امکان این سفر را پیدا کردند. طاهری تیموریان از مقام‌های ایرانی خواست به توافق خود عمل نمایند و نسبت به صدور ویزای دوبار ورود به ایران برای 20,000 زائر بلا تکلیف مانده افغانستانی که ویزای رایگان عراق برای آنان صادر شده است اقدام نمایند و علاوه بر آن نسبت به 25,000 زائری که در آینده نزدیک برای آنان درخواست ویزا خواهد شد مساعدت لازم را مبذول دارند. آقای علی ظفر صفدری عضو شورای عالی نظارت اتحادیه عتبات عالیات افغانستان از کابل با ما همراه هستند. آقای صفدری سلام عرض ادب. خدمت شما و تمام شنونده ها و بیننده های شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. بزرگواری. جناب آقای صفدری، دلیل بلا تکلیفی زائران افغانستانی چیست و مشکل دقیقاً از کجاست بفرمایید؟ خدمت شما عرض کنیم که متاسفانه افغانستان هم مثلا در قسمت صدور ویزا عراق هم مشکل داره، صدور ویزای ایران هم مشکل داره، چون کنسولگری یا سفارت عراق در افغانستان وجود نداره. زائرین افغانی یا آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های زیارتی افغانستان ویزای عراق را از مشهد مقدس تهیه می‌کنند از کشور جمهوری اسلامی ایران. اما امسال طبق اعلانی که کشور عراق کردند ویزای رایگان دریافت کردند، اما کشور ایران هم ویزای خود را رایگان اعلان کردند. 50,000 زوار را وعده دادند برای اتحادیه‌های شرکت‌های سیاحتی و زیارتی افغانستان و ریاست افغان تور اطلاعات فرهنگ افغانستان که متاسفانه امروز حدوداً تا حال را 5,000 یا 6,000 بیشتر ویزا را صادر نکردند، اما متاسفانه امروز صدور ویزا را متوقف کردند. دلیلش هیچ مشخص نیستند بدون هیچ دلیلی و کنسولگری ایران در کابل هم پاسخگو نیست. ما چندین بار تماس مکرر که داشتیم و اعضای اتحادیه، رئیس اتحادیه چندین بار که مراجعه کردن و کنسول ایران در کابل حاضر به پذیرش یا صحبت کردن با اعضای اتحادیه یا شرکت های افغانستان نشدن. متاسفانه بدون هیچ دلیلی فعلا صدور ویزا متوقف است و زمانی که به اربعین ماندن بسیار کم. مسیری زائرین افغانستان هم دور است، کشور ایران در بین است و هزارها کیلومتر فاصله در از کربلای معلا، همگی و بلا تکلیفی به سر میبره در افغانستان. آقای صفدری، آیا چشم انداز مثبتی برای حل این مشکل میبینی شما؟ دقیقا بله. اگر دلسوزی وجود داشته باشه سفارت یا کنسولگری های جمهوری اسلامی به وعده ای که کرده به وعده خود وفا کنه، 100% زائرین همه ایشان به تعدادی
50,000 زائر افغانستانی که تخمین زده شده همگیشون انشالله به اربعین به زیارت اربعین اشتراک میکنه و کربلای معلا میرسن. با توجه به موافقت با اعزام 50,000 زائر افغانستانی، آیا امکان حضور این تعداد در مراسم زیارت اربعین سال جاری وجود داره؟ بله، اگر ویزا به اون طبقی که وعده کردن صادر شوند، بله اینا حتما به اربعین میرسن و به زیارت خود میرسن انشاءالله. اگه مسئله دیگه نداریم با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشین، ممنون. تشکر میکنم از شما. علی ظفر صفدری، عضو شورای عالی نظارت اتحادیه عتبات عالیات افغانستان از کابل با ما همراه بودند.